حسین به عنوان یک آرایشگر چند تا سوال ازت دارم، چند تا سوال تخصصی ساده. مشکلات ما آرایشگر از شماها که آقا متریال جدیدی که داخل بازار اومده، مافیایی که سر برندها هست، حالا ما نمیخوایم بگیم کدوم محصول بده کدوم محصول خوبه، به عنوان یک آرایشگر مبتدی من فرض کن که هستم تا متوسطه، چه نوع ابزاری باید استفاده کنم؟ چه نوع ابزاری به من کمک میکنه؟ آیا ابزار برند تأثیری تو کار من دارن؟ تیغه های جدید، نسل جدید، مافیای مارک هایی که اومده، اینا تأثیری تو ذهن من آرایشگر داره؟ تأثیری تو هنر من داره آیا؟ خب ببین دادا نوید، اگر ما بخوایم در رابطه با ذهن صحبت بکنیم، دقیقاً هر محصولی که بیشتر میاد رو ذهن ما هم تاثیرگذاریش خیلی بیشتر. پس این موضوع رو بذاریم کنار. اوکی. و در رابطه با اینکه چه ابزاری به درد کی میخوره؟ دقیقاً. فرض کن مثلا من مبتدی تا متوسط چه ابزاری به کارم میاد و از متوسط تا حرفه‌ای الان اگه یکی بخواد وسیله بخره متوسط. چه نوع وسیله؟ آره. ببین یه کسی که پیش آقای ایکس دوره دیده، یه کسی که پیش ای دوره دیده، الان ما 3-4 تا آرایشگر اینجا هستیم دیگه دور هم دیگه، پیشنهادی که واسه شما میشه و پیشنهادی که واسه علی مولایی میشه، حالا من یه چیزی ببخش من مصخایی بکنم، خیلی نمیدونن که خودتون آرایشگر بودید، الان 6 سال این حرفه رو گذاشتین کنار، فکر میکنم فقط به عنوان فروشنده دارید این چیزا رو میگید، ولی حسین جان تقریبا 5 سال آرایشگری رو گذاشته کنار و تمام این محصولاتی که داره معرفی میکنه چون قبلا آرایشگر بوده میفهمه، ابزار رو میشناسه، برای همین حالا درسته نسل جدید اومده ولی ابزارا رو میشناسه چون آرایشگر بوده. خیلی نمیدونستم. آره حالا من خودم بعضی وقتا تو استوریا میگم که حالا مثلا متوجه بشن آقا من خودم کار کردم، لمس کردم ابزارهای، مثلا دوران ما که سوپر تیپر بعد ماجیک سنیور اومد، واقعا ماجیک کورلس تو دوران خودش انقلاب خیلی بزرگی بود، یعنی اصلا یه بی‌نظیر بود، ولی توی دوران خودش ما الان قفلی زدیم توی اون دوران، فکر کنم 2016 2015 تا 16 اگر اشتباه نکنم ماجیک و سنیور دیگه رو بورس شده و تنها تغییراتی هم که ما الان داریم میبینیم توی رنگاشونه. دقیقاً. و اون آپدیتی که یک آرایشگر حرفه‌ای از شرکت وال انتظار داره، ببین رفته رفته خیلی از آرایشگرها شاید به صحبتی که داریم میکنیم برسن. دقیقاً. متوجهی؟ رفته رفته میرسن. اما اینکه چه ابزاری به درد چه کسی میخوره کاملا میتونه متفاوت باشه، یعنی اگر تو دو تا آدم مبتدی رو بخوای بهشون یک پیشنهاد بدی کاملا اشتباه، بهترین پیشنهاد میشه اون ماشین اصلاحی که استادش، اون کسی که حالا اومده کار رو به من حسین بهشتی با سنیور یاد داده، من با سنیور میتونم درک بهتری از کوتاهی داشته باشم تا اینکه بیام مثلا من نسل جدید ماشین ها رو به اون شخص پیشنهاد بدم. خب وقتی هنوز تیغه فلت رو درک نکرده و آموزشش طبق سنیور بوده، خب یه ماشین دیگه تو بهش بدی شاید اصلا از این شغل بدش بیاد یا نتونه درک بکنه یا حتی بگه این ماشین ماشین خوبی نیست. اتفاقی که تو نسل جدید تیغه ها داره میفته، کسایی که سالیان سال دارن با فلت تیپر کار میکنن با نسل جدید تیغه ها لذت میبرن، کیف میکنن که چه برش تر و تمیزتری، چقدر زاویه بهتر شده، اون انتظاری که یک آرایشگر حرفه‌ای داره رو داره برآورده میکنه، ولی نمیشه اون رو ما بیایم به یه مبتدی پیشنهاد بدیم. پس بهترین... ما پیشنهادی نداریم نسبت به استادی که آموزش پیشش دیده. اگر کسی اومده پیش تو آموزش دیده، من میدونم دیگه نوید بهترین ابزاری که دوست داره لژند رو برداره تیغش رو تیپر بکنه، یکی از بیسای کارشه، نمیگم تک ماشین داری کار میکنه، یکی از بیسایی که چارچوب کار تو رو میسازه و کارآموزات دارن یاد میگیرن اون ماجیک، اون لژند با تیغه تیپر، لژند سیمی. آره من سیمی و لژند و سوپر تیپر دارم. خب اصولا من از لژند بیشتر علاقه زیادی بهش دارم و تیغش رو تیپر کردم به خاطر اینکه داخل پوست گیر نکنه. حالا متاسفانه تمام ماشین‌های سیمی و مگنتی وال همه اکثرا تیپر بودن، شانس ما لژند زدن با تیغه فلت. یعنی اگه این ماشین واقعا تیغش تیپر بود، حالا مثلا تیغه تیپر تو خودش شرکت، آره تیغه تیپر تا یه حدی من کمک، یعنی من شونای الهابی که میذارم اصلا به دردم نمیخوره، تمام شونای وال و سبک خود تیپر هستن، یعنی فقط شونه صفر و نیمی که کلا حالا تکنیکی ما لباش شکوندیم بتونیم لکی گیری کنیم، پس تیغه تیپر فقط اونجا به کار من بیاد. یه موضوعی هم من بهت بگم، من خودم به این رسیدم که آقا اساتید، خب چون مثال میزنم
روی تایم خاصی مثلا تو میای از لژند استفاده میکنی، بعد ماشین تو عوض میکنی، میری لاین بعدی تو یه ماشین دیگه. عمر ماشین هایی که میاد دست شماها میرسه اتوماتیک بیشتره. مثل لباس میمونه دیگه، چند لباس داشته باشه اگه بخوای با یه دست هر روز بپوشی کهنه میشه. اینو من امروز داشتم به آقای سباقی میگفتم، گفتم برای من خیلی جای تعجب داره که اساتید وقتی یک ماشین رو استفاده میکنن عمرش متفاوته نسبت به آرایشگری که کل اصلاحشو داره با یه ماشین میزن. جدی دارم نگهداری این وسیله ها، یکی روغنش خاله اصولا، یکی شارژ درستی نمیشه مستقیم تو شارژ بزنی باش کار کنی، حالا هر ابزاری باشه. ببین من یه خاطره تعریف کنم و حالا یه تجربه. اینکه مثلا ما اکستریم رو آوردیم توی اصفهان، شروع کردیم به بررسی کرد، بررسی که کردیم الان هم علی اینجا هم تو اینجا هستی، ما گفتیم آقا ببینیم کیفیت و برش کار در چه حده، عمرشو که دیگه نمیتونیم تخمین بزنیم، ببینیم عمر این کار چیه. درسته؟ من حالا علی شاهد زنده اینجا هست دیگه، آقا من اومدم تو سالونتون نگفتم بیایید از این کالا تعریف بکنه، فقط میخواستم ببینیم برش چجوریه، این سبک تیغه، چون خودم هم آرایشگر بودم برام خیلی جالب بود ببینم این برش این ماشین چیه با این سبک از تیغه، این تلفیق این موتور یا اون هوشی که حالا خود شرکت سازنده داره میگه. متوجهی؟ درست. اما هر کالایی نقاط ضعف نقاط قوت داره. توی وال که اصلا نگم برات چند سال توی بابلیس هم هست، بابلیس هم خیلی داغ میکنه، توی اینستیک هم هست، دقیقا لرزش مثل رزونان، دقیقا فقط رنگبندی قاب من الان گرفتم دستم، حالا درست اصلاحش نزدم و هیچ تفاوتی با هم ندارن، فقط روی خورده رزونال روی خورده. ببین من این بحث حالا پشت دوربینم بهت گفتم خیلی دوست ندارم واردش بشم، چون وقتی ما نمیخوایم بگیم کدوم وسیله آره. بعد کدوم وسیله خوبه، اصلا من میخوام بهت بگم که تجربه‌ای که الان در رابطه با رزونال و اینستیک دارم، اینستیک رو در رابطهش تحقیق کردم، نفر گذاشتم آقا داره بررسی میکنه، خیلی دوست داشتم ربل داشتی اینجا، متاسفانه تعدادی که اومد آره. اونقدر آره. کم بود و فوق العاده است. خودمو نمیومدم به سفارش بدم، سری کلا بسته شد. ربل رو تنها یعنی ما کل آمازون و نمیدونم خود شرکت استایل کرافت و اینا رو همه رو کامنت هایی که مردم گذاشته بودن اومدیم بررسی کردیم، تنها نکته منفی که ازش دیدیم اینه که فقط به مرور زمان نویزش بیشتر میشه، یعنی از هیچ چیزیش مثلا آرایش شرکت وار دقیقاً آره ندارش والم... نویز بیشتر میشه، وال هم همینه خب، ولی میگم وال تیغه داغ میکنه بیش از حد توی شارژ. کلیپر وال فکر نکنم جدید زده باشن با تیغه DLC، درسته؟ ببین الان اومده مثلا اینو زده. نه کلیپر نمیگم اون. آ میدونم کلیپر... من میخوام بدم کلیپر تیغه DLC زده دیگه، DLC گلد ماجیک. خب من استفاده ای نداشتم. پس فقط فلتش هست، یعنی نسل جدید فیپر اصلا شرکت وال هنوز کار نکرده. فیپ هنوز تیغه جدیدی رو نیومده. اصلا یکی از سیاست‌های خود شرکت وال اینه که حالا مثلا خوبه که شاید خیلی ها هم بدونن اما موزر. شرکت موزر آفرین، موزر مال کیه؟ شرکت وال خریده. چه من یادم یه پست گذاشتیم اومدیم سیمی رو تبدیل کرده به کوردلس، آره دیدم خودت اومدی کامنت گذاشتی و چقدر خندیده بودی به طراحی موزر شارژش. اگه اون زمانی که هنوز وال باب نشده بود توی ایران موزر میومد اونو کوردلس میکرد میترکوند میگم هر تغییری به زمان خودش قشنگه. ما اگه بخوایم در رابطه با ماجیک کوردلس صحبت بکنیم، من خیلی دوست دارم بیشتر ایرادا رو بدونن بچه‌ها. خب اگر ببین من وقتی ایراد این ماجیک کوردلس رو بیام بگم فروشم میاد پایین دیگه، دشمن پیدا میکنی. اصلا نه فروشم هوادار خودشو داره، هوادار خودشو داره آفرین، یه سری آرایشگر اصلا تعصب دارن نسبت به سری از برندها، ولی من میگم آقا این انقلابی که توی ماجیک فوق‌العاده است، سبک خوش دست، هندلینگش بی‌نظیره، تیغش همونجوری هست که الان ما داریم، آرایشگری شده اصلا آره. هنوز اصلا این تیغه ثبت اختراع خود شرکت واله، برای چی بقیه نمیان بزنن؟ ثبت کرده اختراع خودشو. من میگم تو 10 سال پیش، کمتر از 10 سال، 2015 آره، از 2015 به این طرف 2016 فکر کنم سنیور بود، ما میگم 8 سال یا 9 ساله که الان میگم این شگفتی، این انقلاب برای اون زمان خوب بود، این که شرکت وال پای انقلابی که 10 سال پیش کرده ایستاده، دیگه برای سواد آرایشگر کافی نیست،
تو زمانی که داریم صحبت میکنیم با هم دیگه، سواد آرایشگرا خیلی بیشتر از ماجیک کوردلسه، خیلی بیشتر از موزره، خیلی بیشتر از ماشین اصلاحای اف ایکس بابلیسه. یه سوال من دارم اصلا، چرا فقط ابزار برقی ماشین؟ چرا ما قیچی نداریم؟ آها، اینو امید جولیدم از همینجا یه سلامی بهش بکنیم. آره همیشه به من گفت که آقا چرا مثلا شونه نمیاد، چرا شونه نداریم، چرا قیچی نداریم. آرایشگری با همه اینا تکمیل میشه. آفرین، آرایشگری با همه اینا تکمیل میشه، ولی تعداد آدمایی که میان هزینه میکنن قیچی آقا 40 میلیون تومان، الان خدا سرشاد اگر ما قیچی بذاریم 40 میلیون تومان فوش میخوریم که آقا نونم میگیره فلانم میکنه به تیکه. اصلا آرایشگری خود تو خودت خود تو خودت حالت به هم میخوره از شغل خودت. تو اون بهتر سوال اصلا کلا امکانات حرفه‌ای در اختیار تمام ماشین رو استاند تو وقتی که شفیزه بالای ماشین شیش چطور میتونه اینو فیل بکنه؟ مثلا شونه خوب، مثلا همیشه گفتین آقا وایس پارک بیار فلان بیار، من میگم هنوز جامعه ما سوادش به وایس پارک نرسه، یا اگر هم رسیده تعداد آرایشگرهایی که درک میکنن اون شونه چیه خیلی کمه. ولی یه فیلی چیزم بهت بگم، ذهن ما ایرانی ها خیلی پیشرفته تر غربیان خدا شاید. داخل یه موضوع کلا یا باید فلسفهش رو ببندیم یا انجام نمیدیم، صفر و صدیم، ما به این نداریم. اینا همش قبول، این که مثلا آقا ایرانی آدم باهوشی هستن، همه اینا رو من قبول دارم، ولی من میگم تو شغل خودمون اگر شونه اومد 1 میلیون تومان شما خودتو بذار جای ما. الان اگر یه قیچی رو بذارم 40 میلیون تومان تست میخوای بکنیم؟ آقا یه قیچی خوب آقا ژاپنی اوکی بذاریم 40 میلیون تومان ببین چی میشه، چقدر آدم میان تیکه میندازن و مسخره میکنن. به نظر من مشتری خاص خودش هم داره، مثلا همین ماجیک خیلی خوششون میاد، خیلی بعدش الان صندلی سلطنتی مثلا میاد 40-50 میلیون تومان پولش، یه عده تعجب میکنن 50 میلیون تومان بدم یه صندلی مگه میخواد چیکار بکنه؟ ولی یه آرایشگر حرفه‌ای میاد میخره لذتش هم خیلی دارم. میگن اصلا ما نداریم ابزار برندو بخریم، ما میخوایم با ماشین چین نرخ اسلامو 20 تومن 25 تومن. اتفاقا خانم گلنوازان کسی که حالا پیش من میاد ترجمه و اطلاعات بیس رو به من میده، به من همیشه میگه بشین چینی ها رو اگر بیای توی مبحثش و شروع کنی کار کردن خیلی میتونی بیس اطلاعات خوبی بدی و ویویی که میتونی بگیری بیشتر نسبت به والو بابلیس. راست میگه، درست میگه، چون کمتر کسی میاد خیلی تخصصی در رابطه با چینی ها صحبت بکنه. الان ویجیار 653 پور فروش در این محصول چینی ما. آیا سباقی بهتون زنگ زدن در رابطه با باگی ماشین چی بود؟ در رابطه با ببینید یه سری نقاط هست، ما میایم در رابطه با اینستیک خب بررسی میکنیم توی دنیا، ببینیم کسایی که زودتر از ما خریدنش، مثلا این کالا زمانی دو سال پیش مزه زمانی که اومد توی ایران 2 سال از فروشش داشت میگذشت. خب وقتی من حسین بهشتی میخوام بیس اطلاعات بدم با آرایشگر، بهتر میتونم در رابطه ای صحبت بکنم، چون نظرات رو میرم میخونم ببینم آقا یک کسی که مثلا 1 سال داره از این ماشین استفاده میکنه نظرش چیه. ولی مثال میزنم، رزونال وقتی میاد مجبورم بیارمش اصفهان تست بکنیم ببینیم چی جوره، اما نمیتونیم عمرشو تخمین بزنیم. امکان داره اینستیک هم 6 ماه بیشتر کار نده، متوجهی؟ اما آقای سباقی به من زنگی زد و گفت تو رو خدا اگر میتونی یه ویدیو بسازی یه سری ایرادهای ماشینا رو بگو. و واقعا نوید دادو نمیدونم چی بگم که خیلی دستم، من نمیخوام هیچ برند یا خراب کنم، ولی آره تو به عنوان یک آقا، من به عنوان یک آرایشگر بی تجربه دارم از تو سوال می‌پرسم. تو آرایشگر بودی، لمس می‌کنی وسیله، دقیقاً من چی بخرم الان تو دوره متوسط تا حرفه‌ای؟ تو چی من پرفروش‌ترین ابزارت چی بوده؟ ببین من اگر من الان چه وقتی دم عیده من الان ابزار می‌خوام، من چی باید بخرم حسین؟ ببین من میگم با توجه به بودجه‌ای که داری، خب با توجه به بودجت به چینی ها میرسه، بیس رو انتخاب بکن، یه فلت، یه تیپر، یه فیپر بذار در کنار. یعنی تو میگی داخل یه سالی بودایی باید 3 تا ماشین باشه، فلت، تیپر، فیپر. فیپر اگر میخوای به صورت تخصصی حرفه این که بعد شما چی پیشنهاد میدید؟ ببین اگر تو چینی ها بخواد بخره، خب وی جی آر هست، میتونه مدل های مختلفش 133 134 653 بستگی داره به اون، هر چقدر نوید داد و پول بدی آش کیفیتشو میخوری.
حالا امکان داره پولم بدی کیفیت حالا متوسط تا حرفه‌ای اگه خودت به عنوان یک آرایشگر با این علمی که از ابزار داری چه برندی داخل سالونت میکس میکنی؟ من اگر بخوام انتخاب بکنم بدون شک یکی از ماشین هایی که میذارم توی سالونم این تیغ است. با همین برم فیپر دی ال سی. بله، ولی باید بدونی چی جور ازش استفاده بکنی که صد عمرشو ازش بکشی. یعنی تک کلیپر داخل سالن یه کلیپرت که باشه اینه دیگه فیپر. دقیقا ببین اگر آرایشگرها نمیتونن آقا مثلا تایم تو شارژ زدن اینا رو کنترل بکنن، خب یه پیشنهاد بشون. الان کلگی که اونجا تو برقه، خب سه تا آیتم داره، کلگی تبدیله درست، خب سه تا آیتم داره زده آقا 30 دقیقه، یک ساعت و نیم، سه ساعت. مال این دستگاه؟ نه، کلگی شار، کلگی که آقا تبدیل میزنه. علی جان اگه حالا ببخشید بدش به من که بهتر بتونم. نه که اون سبزه. آفرین. ببین این میتونه به اتوماتیک قطع میکنه. آره این میتونه به یک آرایشگر کمک بکنه. ببین زده یک ساعت و نیم، دو ساعت و نیم، پنج ساعت. من تو خونه یا سر کار از این استفاده میکنم. چون نمیتونم مدیریت بکنم تایمی که مثلا آقا این باید نهایتاً 60 دقیقه توی شارژ باشه. تنظیمش بکن، نمیرسی قطعش بکنی، این برات این کارو انجام بده. بیش از حد تو شارژ میذاریش، خراب میشه. فکر میکنی حسین بهشتی اینو ساخته. من نیام اینو معرفی بکنم، نقاط ضعف و قوتشو نگم، یکی دیگه بیاد بگه. الان تو به عنوان یک آرایشگری که بودی هندلینگ این ماشین خوش دست بودنش حس بهت میده؟ برای دست من که دست کوچیکی حساب میشه، ماشین میشینه روی دست. حالا امکان داره یه آرایشگری که دستش بزرگه نشینه روی دست. ببین داشت یه زمانی ما اومدیم از سوپر تیپر خودم کوچ کردم روی کورتلس. آره سوپر تیپر سیمی، دیدی چقدر سنگینه. ولی اومدم الان خودت لژند رو داری استفاده می‌کنی؟ من لژند دارم، سنیور دارم. می‌خوام ببینم حسمون مشترکه یا نه. زمانی که دستت عادت می‌کنه به یه ماشین سنگین، وقتی به یه ماشین سبک می‌گیری، یه چند تا اصلاح زمان می‌بره. که من همیشه کسایی که بابلیس اف ایکس می‌خرن بهشون گفتم که آقا اینو بعد یه چند تا اصلاح به خودت زمان بدی بتونی هندلش بکنی، این مغزت با دستت سوئیچ بشه، هماهنگ بشه، بتونی ازش لذت ببری. یکی از ماشینه که میذاریم توی سالن اینه درست. بدون شک یکی از ماشینه که خیلی خودم هم دوستش دارم گامبوستده، خیلی کم میاد. عالیه خیلی کم میاد، نمیتونم. خیلی خوشحالم خیلی از مدرسات بله کوچ کردن. آره الان کوچ کردن از مجید کلیپ، خدا رو هزار مرتبه شکر، رفتم سمت گامبوستد. گامبوستد فوق‌العاده است. دلیل داره نمیاد، دلیلش رو نمیتونم بگم. خلاصه برای خیلی ها نمیصرفه که بیارن اینو. چرا حسین من باید ابزار چینی بخرم 6 ماه یه بار وصله اون عوض کنم؟ چرا نیام یه وصله برند بردارم؟ امکان داره اینم تو بخری نتونی بعد 6 ماه بندازیش دور رو. من میخوام این ذهنیت رو پاک بکنیم. پس تو چه چینی بخری، چه حرفه‌ایش رو بخری، امکان داره. آقا اینا یه سیاستی دارن که ماشینا رو یه جوری نمیسازن که تو یه عمر ازش استفاده بکنی. و مای فروشنده هم درگیرش کرد. گامبوستر میتونه بیاد در کنار جی آر ال، هم دوست دارم. عاشقشم. بابلیس هم دوست دارم. ولی متاسفانه جی آر ال بابلیس رو اینو خیلی دوست دارم، میونه کلامت. لوپرو رو خیلی میپسندم. اما باز نقطه ضعف داره. ماها وقتی میایم چون یه پولی رو به سختی به دست میاریم، وقتی میایم هزینه میکنیم واسش خیلی ازش انتظار داریم. باگ این چیه؟ داغ کردنش. شارژ کردنش هم هست. شما بشین جای من، شما فروشنده، تو اینو ساختی، آخه ذاتش اینه داغ میکنه. یه باگی دیگه هم که داره، اصلا شارژش قطع نمیشه. قطع کنه شارژر، شاید آره. 3 ساعت 4 ساعت بعد تموم کنه. آره دقیقاً. یا حتی اگه این چراغ LEDش روغن نداشته باشه همینجور میزنه و به اشتباه میندازه. یه سوال دیگه من دارم در رابطه با تیغایی که الان جدا دارم مدیشو فکر کنم درسته اینا روغن خورن؟ آره درسته. آره. من تست کردم رو ماشین جی آر ال، فقط یه نویز صدا داشتم تو ماشین جی آر ال. حالا نویزش بیشتر شد. آره خیلی بیشتر شد و برش خوبی داشتم. ولی این چطوری، من چطوری باید روغن توی بزنم؟ با امید جولیده هر کاری کردیم صداش روغن میرسیم 3 برابر میشد. ببین روغن سطح استهلاک رو میاره پایین تر. خب این قسمت هایی که حالا مخزن روغنشه و داخلش دیدی چند ما داخلش ریختیم و بستیم، اشتباه بود. اون داخل
اون یه سری محفظه ها گذاشتن اینجای تیغه قرار میگیره. خب اینا متروه دیگه. آره اینجا قرار میگیره و باعث میشه که تیغه انگار روی هوا داره کار میکنه. ولی ما روغن ریختیم داخلش، نمیدونیم حالا بلد نبودیم ببندیم، یک سه تا افتاده بود داخلش. اینجاست مخزن روغنش. ببین خود تیغه های شیار داره وسطش بازه، اینجا که وسطش بازه این باعث میشه تیغه توی یک خلا، توی یک هوا حرکت بکنه. حالا اگه روغنم بره اونجا اشکال نداره، ولی این مال اینه که تیغه روی سطح هم دیگه ثابیده نشه، بیشتر تو خلا باشه، تو هوا باشه. گرفتی چی شد؟ آره اینه. ولی این تیغه رو خب تا جایی که من میدونم خود شرکت GRL میزنه. آره داره میزنه و مال خودشه. حالا خیلی از برندها هستن که محصولات متفاوتی رو دارن وارد بازار میکنن، ولی اسماشون با هم دیگه متفاوته. X, Y, Z همشون مال یه نفره، ولی دوست. با اسمای مختلف داره که شامل GRL هم میشه. خطزنش رو من حالا تجربه‌ای که به من میگه، من این خطزنش رو اگر هم بیاریم دوست دارم که به مصرف کننده بیشتر داداشون الان بدم. تقریبا یه دو ساله دارم با این GRL کار میکنم. نظرت در تو خطزنش بهم بگو. با اندیس اوتلاینر مقایسش کن. نه با اندیس اسلیم لاین. اسلیم لاین چون اوتلاینر هم قولی. آره با اسلیم لاین اینو مقایسه کن، یعنی قدرتی که این داره با اسلیم لاین یکی. خب حالا من نمیدونم نسل جدیدش تو تیغه DLC چه اتفاقی افتاده، ولی کلیپرش خدا شاهد انگار داری سوار BMW میشی. نه ماشین خیلی در دو دور موتور بدون صدا 4 ساعت کار کرده، باتری داغی تیغه به هیچ عنوان باورتون نمیشه به هیچ عنوان 1% داغی نداره. حالا من منتظرم نسل جدیدش واسه بیاری قوای کاستوم و بتونیم استفاده کنیم. حالا من به عنوان یک آرایشگر اگه واقعا بخوام متریال تو این مقطعی که دارم با این آگاهی که از شما به دست آوردم، از هنرمندای دیگه به دست آوردم، اینه که میام دوتا کلیپر رو داخل سالونم میکس میکنم، ولی نه به عنوان فید زدن. اولی کاری که میکنم همون استایل کراف برمیدارم با GRL. خط زنم هم حتما استایل کراف برمیدارم، حتما از شرکت وال اصلا استفاده نمیکنم، فقط سیمی. ماشین های مگنتیش فوق العاده است. اون کیفیت فیدای رگولاری که میخوام به میده واقعا میکسشون میکنم. به نظر من داخل سالن حالا یه تیغ فلت عالی بود که گفتی، من به عنوان یک آرایشگر باربر یه تیغه فلت میخوام، یه تیغه تیپر میخوام. من این دو تا تیغه رو باید با هم میکسش کنم. حالا چه بهتر که به جای تیغه فلت تیغه فیپر بیاد. خیلی بهتر میشه، هم تو پوست گیر نمیکنه، هم تو حجم میتونم ازش استفاده کنم. دقیقاً یه آرایشگر باید امکانات داشته باشه، باید ابزار داشته باشه، امکانات در کنار ثبات. آفرین. باید به روز بودنت، ذهنت با هنر دستت یکی باشه. دقیقا من اینو، اون چیزی که تو داری میگی باید سواد برش اون ماشین رو تو درک بکنی. خدا شاهده 2016 مجید کلیپ خریدم، هیچ علم آنچنانی نداشتم و فکر میکردم اینو بخرم چون دندونهای کوچیک و بزرگ داره بهم گفته بودن دیگه این برام فید میزنه. الان فهمیدم که این دندونه ها به درد من نمیخوره، پس من آرایشگر تکنیکم چی میشه؟ من تیغه ثابت ماشین به کارم میام، تیغه متحرکش به کارم نمیام. ببین من خودم زمانی که سوپر تیپر کار میکردم باش، حالا مثلا فید میزدیم، بعد اومدم ماجیک کوردلس خریدم. وقتی ماجیک کوردلس خریدم دیدم آقا چقدر منو سریعتر داره میرسونه سرعت، با به خاطر که آره پودر میکنه مو میره جلو. چقدر سرعت سبکتر بود و چقدر داشت خیلی سبکتر. منی که مثلا اون زمان درک و فهمی نسبت به فید نداشتم، منو خیلی نزدیکتر میکرد اون. من اینو خریدم میزنم. فکر میکردم الان دیگه کارم خیلی حرفه‌ای میشه. نه حرفه‌ای نشد، فقط وسیلم به روز شد. چون علم ذهنم والا نبود، تحقیق کردم تونستم. حالا یه نکته ای رو من بهت بگم در رابطه با خود شرکت وال. خود شرکت وال اومده گفته توی سگانه ما بهترین ترکیبی که میتونیم از ماشین اصلاحا بدیم اینه که تو تیغه ماجیک کوردلس رو بذاری روی سنیور. بهترین ترکیب سگانه ما تیغه ماجیک
با تیغه با ماشین اصلاح سنیوره. خب اینو داشته باش، نقض صحبت خودش میشه. یه زمانی میگفت بهترین عمل کرد روی تیغه نامنظم RPM 5500، الان خودش داره اونو نقض میکنه صحبت خودش رو. خب و داره میگه بهترین ترکیب میشه این، و ما اومدیم ماجیک گولد رو با موتور سنیور با تیغه DLC نامنظم داریم ارائه میدیم. این نکته ای که الان مثلا حالا شرکت وال اومده مثلا به این رسیده و خیلی جالبه که خیلی ببین یه چیزی رو من حالا بعدن بگم خیلی بهتره. خب شاید دوست ندارم من صحبتی رو بکنم که فوش بخورم، پس مجبورم خیلی چیزها رو نگم. خب اما همیشه اون برندی که تبلیغات اینفلوئنسر روش زیاده تو چشم ما بهتره. خیلی برندها هستن به خاطر تبلیغات اینفلوئنسری که روشون هست ما فکر میکنیم خیلی شاهکار نسبت به بقیه، اگه بری توش میبینی آقا از همه پایین تره. پرفروش ترین سشوارت چیه؟ ما بابلیس 69-70 69-80 اینا رو فوق‌العاده میفروشیم. این رو خیلی خاص پسنده. ببین دادا این یه سشواریه خب که بیشتر تزئینیه، خیلی خاص پسنده. الان من یادم تو داشتی دیروز به علی میگفتی با این میخوای کار بکنی بیارش پایین، سرعت رو بیار پایین، حواست داره باشه تو استایلی که داریم براش که داریم میکنیم مو خوش میکنه، الکتریسیته شدید میگیره. ببین یه چیزی رو ما باید بپذیریم که آرایشگرهای ما یه سشواری رو میخوان که اون سشواری که به من دادی چی بود؟ حالا اینم که خودت بهم دادی اون سشوار مدلش رو دقیقا یادم 7500 اگر اشتباه نکنم. اگه این سشوار شارژ بشه اصلا کلا وزنش با یه بورس پیچ یکیه. آره خود شرکت بابیس هم اشاره کرد که وقتی روشن میشه مثل پر میشه، واقعا هم راست میگفت، بنفش بود. حالا شاید یه چیزی جنبه تبلیغاتی داشته باشه ولی واقعا شرکت داشت راست میگفت. که پرفروش در این حالا دهنده چیه؟ هر چی ارزان تر پرفروش تر. چرا؟ یعنی کتیرا میفروشین دیگه ارزون. نه کتیرا دیگه به این استایلایی که الان آرشگرا میزنن نمیخوره، وگرنه میزدن. ببخشید آرشگری هم هست که حالا دهنده خوب میخره، من نمیخوام چون، ولی من میگم 80% 90% میرن سمت حالت دهنده هایی که جنبه اقتصادی داره. خب چه میخواد... حالت دهنده ایه؟ ببین اصفه میکنم گت اسپی که عشق شماست. گت اسپی جزو حالت دهنده های ارزونه، خدایش خوبه. تافت های ارزون قیمتی که حالا هست توی بازار اسم نبریم خیلی بهتره، حوصله زنگ ندارم دیگه. لندر یه سوال ازت دارم. جدی دارم یه ژل آتوسات یه سوال به خاطر جریان این مسابقه که قرار اتفاق بیفته یه چمدون گذاشتی چی شه؟ چی چی اسمانیش من ببین اونو قراره که ما ببین تو وقتی میخوای یه جایزه ای رو بذاری خب دوست داری که حال یه عده رو خوب بکنی. ببین من دیدم داشتی با خانم سعیدی مشورت می‌کردی، گفتم ببینم چی داشتم داری گوش می‌دادم ببینم چی چیه. آره قراره یه جایزه خیلی خفن بذاریم بدیم به یک نفر که آقا ببین من حسین بهشتی چه مسابقه بذارم چه نذارم میفروشم. یعنی یه سری مشتری رو داریم که ما لطف دارن حسین تو خیلی کارهای خفن کردی. من بارها تو استوری و پست‌ها دیدم PS5 گذاشتی برای مثلا مسابقه قرعه‌کشی، عجیبه داری پول می‌دی. خیلیش عجیبت بود، خیلی ها رو بچه ها رو جمع میکردی دعوت میکردی به همکاری که برسی به یکی. آره هیچ کسی این کار رو من میکنه. همه روش های قرعه کشی رو امتحان کردم. اومدیم مثال میزنم یه کالا رو گذاشتیم وسط سنیور رو گفتیم آقا مبلغ 6 میلیون تومنه 100 نفر بشید نفری 60,000 تومن بدید بینتون قرعه کشی بکن. این کارا رو انجام میدیم تا رسیدیم به یه جایی دیدیم که بابا 90-95% بچه‌ای که دارن شرکت میکنن خوبن و یه چند تام هستن داخلشون تا برنده نمیشن مغز ما رو سوراخ میکنن. چرا من میخواستم شرکت کنم نذاشتی شرکت کنم؟ نه ببین داداش من یه چیزی بهت بگم، اتفاقا سواله من یادم اولین مسابقه ای که گذاشتم بردمش تو مغازه دوستم شهرام، خودش بیشترین خرید رو از من کرده بود ولی توی دلم خدا خدا میکردم، هیچ اینو هیچ زمان به شهرام من نگفتم، خدا خدا میکردم که با اسم شهرام اگر در بیاد الان میگن زد و بند کرد.
تو میخواستی تو اورکشی PS5 شرکت کنی، گفتم دادا اگر شرکت بکنی من اسمتو نمینویسم، چون اگر 1% نوید اسمش در بیاد میگن آقا زد و بند بوده یا هر چیز دیگه ای بوده. من پیش وجدان خودم توی قرعه کشی ها خیلی راحتم، اگر کسی حرفی بزنه خودش و وجدان خودش، ولی من سعی کردم خیلی صادقانه. اون کیفه یه چیزی من بگم چیه؟ اونم قراره بریم اگر ایشالله قیمت ها اوکی بشه و ثابت بشه که ما بتونیم همه محصولات رو برفروشیم، میبریمش توی مسابقه آخر سالم که یه بمبی باشه. ببین هر کاری یه جرعتی میخواد. چند میلیون پول اون کیفه؟ حدود 50 میلیون پول اون ابزارهایی میشه که ما چیدیم توی اون کیفه. یعنی برنداشو چیدیم، سعی کردیم حالا بذاریم اون ابزارهایی که میدونیم هم بیسه هم مدرنه بتونه کمک بکنه. خب بعد یعنی طرف خرید میکنه بعد خریدشی که همیشه شما میکنه دیگه. آره الان مثلا حالا همیشه داره خرید میکنه، شب عیدش هم میخواد خرید بکنه، یه قرعه‌کشی هست، یه نفر اسمش در میاد و قراره که خودم هم برم جایزه رو بهش بدم. یعنی تو هر شهری یا هر روستایی که باشه خودم کیفو میبرم بهش میدم. چه حسی داره موقع بدنم سی شده معلومه. ببین خیلی میتونه کمک بکنه به اونی که اسمش در میاد دیگه. یعنی یه پک کامل تو 50 میلیون تومان یکی بهت یه هدیه ای بده که مرتبط به شغل خودت باشه، حالت خوب میشه دیگه. این وسط هم امکان داره یه سری بیان یه سری حرفا رو بزنه، ولی من پیش وجدان خودم خیلی خیالم راحته که برام همیشه هم گفتم داداش هیچ فرقی نمیکنه کی میخواد برنده شه. یه چیزی من بگم سر این سشواره، نه میگم سشواره این مو پرونه برای بچه خوزستان خیلی خوبه. من این موردش پیش رضا قانمی، خب آقا یه چیزی، آقا رضا ببخشید من باهات شوخی میکنم چون من باش راحتم، متوجهی؟ من میدونم اگر یه چیزی به رضا گفتم از دستم دلخور نمیشه. اگر تو رابطه‌ای که من و رضا با هم دیگه داریم قد سر این بچه من غور میزنم و باهاش دعوا میکنم، ولی هیچی نگفته. ولی یه چیزی میخوام بهش بگم که آقا وقتی ما میگیم این موپران آقا برقی، یه عده درکش میکنن. خود رضا گفت من 4 میلیون بدم اینو بخرم؟ آره آقا زیاده واقعا، ولی واسه یه سالونی که لولش بالاست زیاد نیست. و همون صحبتی که رضا کرد و من از خیلی های دیگه شنیدم که ما اگه بخوایم 4 میلیون بدیم اینو ما واسه کسی نمی‌بردیم که سشوار نداره توی سالونش یا دوست داره یه سشوار بابلیس داشته باشه، اینو برای کسی آوردیم که این سشواره رو داره، اینو بعد میفهمه. میدونی چی دارم بهت میگم؟ آقا شونه وایس بارک هر زمان که 90% آرایشگرا درکشون رسید که چیه، اشباه میشه توی بازار. یه چیزی میگم اصلاً ربطی به شخصیت شما نداره، من به عنوان خودم میگم مافیا بازی شده. وقتی که قشر آرایشگر ما مثلا مجیکا میشناسه، وارد کننده مجبور فقط این متریال بیاره، نمیاد وسیله های بروز رو بیاره چون نمیشناسن نمیخرن ازش، مجبوره. اتفاقی که سر اینیسی گفته دیگه، مطمئنه اونایی که رفتن اووردن، اولا که من تو پیجم هیچ زمان نمیزنم وارد کنن چون وارد کننده من نیستم. اما وارد کننده که نمیاد تک فروشی بکنه، که وارد کننده یه گوشه دوردورا ایستاده بارش یه شبه میاره یه شبه میفروشه. آره دیگه نمیاد سرمایه رو بخوابونه آره. که من بیام تازه بفهمم این چه ماشینه. الان اینا رو میارن تست بکنم ببینم مثلا گنجایش بازار چطوره، ببینم مثلا میره بار مثلا یهو بیاد چند هزار میلیارد سرمایه‌شو بخوابونه روی این بحثو، یا نه بره همون ماجیک کوردلس رو بیاره که آرش خریم خارشگر میپرسته تعصب داره نسبت بهش. اینه داستان علی آقا. در کل بهت بگم که هم ازت تشکر کنم، کمک من هم نوع خودت هم جنس خودت میکنی به روز میشم. دمت گرم بابت فروشگاهت، خیلی لذت میبرم تولید محتواتو میبینم، خیلی دلم برات تنگ شده بود، امیدوارم درست بگرد بتونم ازت استفاده کنم حسین جان، و میرم الان اون چمدونم باز کنم ببینم چی داخلش هست چون خیلی ببین. چالشش کردی درست میگی. ببین یه چیزی من فقط اینو میخوام بهت بگم، خداییش غیر این وسیله دیگه آقا همش اومد دیگه، شونه و قیچی به فکر باشید. ما اگه از شما نخوایم دیگه به کی بگیم؟ میاد، ولی مثال میزنم اگه شونه با اسپارک بیاد 100 تا دونه میاد، در حد ظرفیت بازار میاد. به خدا همه رنگشو داریم، همه نوع جنس بدنه، از
رنگ و با رنگشو داریم، چرا نداریم آخه قیچی؟ چرا نداریم شونه؟ من اگه شکل سازی نداشته باشم، شکلی نسازم، چه استایلی میخوام بدم؟ فید به درد چیه من میخوره؟ وقتی که من دارم رنگ کار میکنم، اگه قیچی خوب نشه باشم، هیرکات درستی نزنم، آخه چه فایده؟ من تولید محتوای آخرم فاینال کاریم چی میشه؟ همش که ماشین سایه نیست که، همه چی با هم آرایشگری. حالا یه سوال از خودت بپرسم. این طرحی که رو سر در میاری آیا باید نقاش خوبی باشی؟ باید که نه، باید آرایشگر خوبی باشی. باید تتو کار باشی. نقاشم نه، تتو کار باشی. من علاوه بر اینکه نقاشی یاد گرفتم، هنوز که هنوز پیش استادم میرم، ولی تتو دارم. تتو هم در کنارش مثلا رو پوست مصنوعی تمرین میکنم برای چهره. من اصلا ربطی به آرایشگر ندارم. من یه آرایشگر خوب مافیا بازی شده اینم. اینم شده رقابتی نقاشی، هر کی جلوه بیشتری داشته باشه. اصلا ربطی به آرایشگری نداره. من اگه آرایشگر خوبی بشم، تنها شکلی که میتونم روی سر در بیارم با کل تمرین علامت نایک. اونم توش پر خونه ها. نه جدی دارم بهت میگم، چون من نقاش نیستم مثل نوید. اصلا ربطی به آرایشگری این موضوع نداره. تقصیر چند تا مثل ماهایی که داریم دورش میکنیم از آرایشگری، مجبوریم داداش. هم رفاقت ها شده رقابت، میشه میگم انگیزه ها دیگه مثلا تو آرایشگری ریخته. حالا داریم یه چیزایی داریم اضافه کنیم، امیدوارم که تموم بشه این موضوع دیگه، نه نقاشی هم بیاریم. یه چیزی بگم در کاربردی نداره. یه چیزی بگم در رابطه با این حالت دهنده ها، ما یه مشتری داشتیم زمانی که اینا رو گذاشتیم توی چیز توی پیج، خانم تاجی به من گفت اوه، میگم خانم ببخشید تاجی همکار تهران، خانم سعیدی به من گفت که اوه یکی اومد از هر کدومش دو سه تا خرید. گفتم مگه میشه مثلا؟ خب این حالت دهنده گرونیه. بعد که اومده بود واریز کرده بود، گفت بابا من فکر کنم شما میگی اینا دونه 45,000 تومان. بابا داداش آگیوا الان 90,000 تومان. گتفی الان 100 خورده، خاله 400 خورده. من اصلا صرفتا حجمش هم بیشتره حسین. حجمش بیشتره و ما خیلی هم در رابطش تحقیق کردیم. همه کسایی که خریده بودن هنوز استفاده نکردم. آره، تو دارم رو استایل بدم. همه کسایی که خریده بودن گفتن آقا ما اینو خیلی داریم، چون حجم کمی مجبوریم بزنیم بهمون. حجمی که از این استفاده میکنه خیلی کمتر از حجمیه که از حالت دهنده های دیگه میشه تو استفاده میکنی. شارژ کن. حالا من یه چیزی بگم یه چیزی بگم، این حالت دهنده توی دنیا مصارف خونگی دارن میخرنش. ما کجای دنیاییم که اینو آرایشگر حرفه ایمون باش عشق میکنه؟ یعنی هر چی ما اطلاعات بیس خواستیم در بیاریم در اتویا، آقا واسه مصرف خونگی فوق‌العاده است. ما کشورمون واقعا از بس نیومده توش اینا شدن کالاهای لوکس و نمیدونم حالت لاکچری. امیدوارم که کمک هم باشیم، آرایشگرا پشت هم باشیم. آرایشگرا که من خیلی اومدم توی استوری گفتم که آقا خدایش خیلی هنرمند داریم. خیلی هنر. مثلا من علی مولایی رو خب مثلا وقتی اومدم اصفهان دیدم اینقدر کارش خوبه، شخصا بهش گفتم آقا تو اینستاگرام چرا نیستی؟ یه سوال، علی مولایی که عشق منه، چرا منو به اسم رنگکار میشناسن؟ پس فیدایی که میزنم، هرکاتایی که میزنم، استایلایی که میزنم، نقاشیایی که میزنم، تیزرایی که میگیرم، عکسایی که میگیرم، خب آخه تو ببین چرا میگن رنگ؟ من خب نه، تو اشباه شدی. بعدم میاد که میگه رنگ، من تخصصم فیده. تو چون اشباه شدی از فید، اتوماتیک رفتی سمت طراحی، پیجت شده همش طراحی. به خاطر همین دیگه ماها اتوماتیک تو رو به عنوان یه آرتیستی که کارش رنگ و کارش طراحی و چهره روی سره داریم میشناسیم. اتفاقا رئیس اتحادیه خودمون میگه فقط نوید رنگ عالی تو رنگ، پس بقیه چیز بهم بر میخوره. احساس میکنم مثلا میگم خدا من که تازه برای رنگ اصلا وقت نمیذارم، بیشتر برام برای اونها وقت میذارم. خب تو اون رنگی که داری انجام میدی به نظرم سطح هنرت خیلی بیشتر از فیدت داره دیده میشه. یعنی انگار میچربه به فیدت. خب به خاطری که رنگه که استایل و فید و هرکات و این چیزها رو نشون میده، بیشتر طرف محو رنگ و استایلش میشه. من خودم یه اومدم ایستادم بالا سر نوید ببینم چی کار میکنم، تو چند ثانیه یه فیدی زد که اصلا اسم استاد که میاد بیدلیل نمیشینه رو تنه بعضیا. ما خیلی استاد خوب داریم که ارتباطتون هم با هم خوب نیست. آقا رو راست دارم میگم. چرا بشکر فکر میکنم من رو تو زدیم به تیپ و تار؟ آها، سر یه استوری بود که شما واسه این برند گذاشته بودی،
و خیلی واسه من جالبه که من خودم به اون شخصی که حالا صاحب پیج بود گفتم آقا اگر میخوای استوری کسی واسه بذاره نوید میذاره. من خودم به نوید به طرف گفته بودم بده به نوید، حتی خود نوید اصلا نیاز نیست از من اجازه بگیره، مثلا من گفت آقا من بذارم تو ناراحت نمیشون، آقا برای چی من ناراحت بشم؟ اگه قرار باشه اینو هم بفروشم روزیش میاد واسه من، واسه تو نمیاد، اون روزی که تو داری واسه من نمیاد. من به این یه سری چیزا اعتقاد دارم و اگه قرار باشه من امروز 1000 تومن بفروشم 1000 تومن، ایکس تومن قرار باشه بفروشم میفروشم، چه 7 8 ساعت بخوام کار بکنم چه 1 ساعت بخوام کار. فکر کنم لنز دوربین داغ کرد. تشکر کنم ازت حسین جان، امیدوارم که تو سال آینده پیشرفت که اصلا خیلی چیزا ازت دیدیم، امیدوارم که هر چیزی که دلت میخواد بهش برسه. درست میگی قلبی. آقا همچنین برای تو و حالا عادت شم اشتباهی آرش کرد. بچا خیلی دوستتون دارم، امیدوارم که بتونید استفاده کنید و لذت ببرید از آقا حسین. افتخار دادم. عزیزتون بشم.